اما نسب و سلسله سرداران درازهی و چگونگی آمدن و نشستن آنها در بنپشت و پیش از شجرنامه سرداران درازهی، شجرنامه راویان، اسماعیل و دلمراد درازهی. میر اسماعیل فرزند میر مهیم، فرزند سلطان محمد، فرزند میر هان محمد، فرزند میر حسین، فرزند میر شهسوار، فرزند میر درا، فرزند میر رگام، فرزند میر احمد، فرزند میر حسین، فرزند میر نوت، فرزند میر آجب، فرزند میر کیجا، فرزند میر کیسر یعنی قیصر، فرزند میر بیمداد، فرزند میر بجار، فرزند میر هیبتان، فرزند میر بیبک، فرزند میر باهو، فرزند میر فیروز، فرزند میر گلو. از میر اسماعیل تا میر درا فامیل درازهی میگیرند. از میر گلو و میر فیروز تا میر درا فامیل همه سرداران رند بوده است و در سوریه زندگی می کردند در منطقه ای به نام مکبل حلبی. بعد از شهادت امام حسین فرار می کنند. سه نفر از بزرگان طایفه، میر فیروز، نور بندک، شیحک، فرار می کنند از میدان جنگ. می آیند در میناب پیاده می شوند. از میناب می آیند بنپور. 7 سال می مانند در بنپور. عده‌ای می آیند در سوران. کهنکار می شوند. می مانند. با آمدن مغول کهنها خراب می شود. مردمان آواره بلاد می شوند. اینها هم فرار می کنند. می آیند به مند. 10 سال می مانند در مند و برلو. عده‌ای کم می مانند در برلو. بقیه می روند به کولووا. از کولووا می روند سیبی. چاکر پسر شیحک در کولووا متولد می شود. فیروز در کولووا فوت می کند. به جای شیحک میر چاکر سردار رندها می شود. می آید سیبی. تا حالا 700 سال است. میر چاکر می ماند در سیبی. اختلاف می شود بین میر شیحک و نور بندک. برادر هستند. میر گهرام پسر نور بندک است. جدا می شوند. چاکر در سیبی اقامت می گیرد. گهرام می آید در لاشار هند. می نشیند. پادرمیانی می کنند اسپید ریشان طایفه. میر گهرام و میر چاکر صلح و سازش می کنند. متحد می شوند. می آیند دهلی را فتح می کنند. مدتی می مانند. بعد می آیند به سیبی و لاشار. علت ول کردن دهلی این است که وقتی دهلی را فتح می کنند همه می روند روی تخت پادشاه دهلی می نشینند. تخت شاهی می شکند. شاه هند دستش بسته بوده است. لبخند می زند. میر چاکر می گوید چرا می هندی؟ پادشاه گوید هندیدم که هیلی دلاوری، ولی افسوس سواد نداری، عقل نداری. این تهد برای 1 نفر درست شده است، نه برای 4 نفر. میرچاکر میگوید دست پادشاه باز میکنند. به شاه هند میگوید بنشین روی تهد، به جای من حکومت کن. اختلاف میافتد بین چاکر و میرگهرام. علت احتلاف این است که گفتم. چاکر شکست می خورد. سرلشگر میران شکست می خورد. چاکر می رود افغانستان، پناهنده می شود. گهرام به لوهان، هاهرزاده چاکر می گوید چاکر رفته است کابل لشگر جمع کند، بیاورد مرا نابود کند. پول جمع می کند، می فرستد کابل که پادشاه کابل خودش چاکر را نابود کند. پادشاه کابل
قبول می کند. سر صبح شیر رها می کند طرف چاکر، با شمشیر می زند شیر را، مادر پادشاه می بیند. این دفعه فیل رها می کند، فیل مست، فقط آفتابه مسی دستش بوده. فیل می آید، آفتابه می زند کله فیل، می میرد. مادر شاه کابل می بیند. چند روزی می گذرد، اسبی رام نشده می فرستد برای چاکر، می گوید سوار شود که از بین برود. میر چاکر می فهمد که کاسه زیر نیم کاسه است. شب می هابد، دعا می کند، صبح بر می هیزد، دعا می هاند، اسب می آورد بدون لگام و زین، سوار اسب می کنند، ول می کنند در شهر، پرواز می کند، تا می تواند می دود. اسب هسته می شود، پیاده می شود، چوب بر می دارد، می زند سر اسب، می آورد. باز مادر پادشاه می بیند. زن پادشاه و مادر پادشاه به پادشاه می گویند شما نامردید، این چاکر مرد است، هر چه می هاهد قبول کنید. چاکر لشگر جمع می کند، پادشاه کمک می کند، می آید، یکی می فرستد به نام چنگان سعید، یعنی چنگ نواز یا طبل نواز لشگر. می رود چنگان سعید پیش گهرام، گهرام می پرسد از احوال چاکر، چنگان سعید دروغ می گوید که چاکر زندان است، الان 6 ماه است مرده. چنگان سعید حرکت می کند، می رود. شب مادر گهرام خواب می بیند، باران باریده است، آب رو به بالا می رود. صبح مادرش خواب به میر گهرام می گوید، می گوید سنگرهای هد محکم کنید. میر چاکر در راه است، می آید. میر گهرام قبول نمی کند، می گوید چاکر 6 ماه است مرده است. اما میر چاکر وقتی شکست میخورد از میر گهرام، در جنگ اول 3 عهد میکند با خودش. به میر گهرام هم میگوید زنده بمانم برگردم شما را ای میر گهرام به گاو چرانی میفرستم، لشگرت میکشم، از کله های لشگرت تهدی میسازم، روی تهد مینشینم، در مرحله سوم از محل سکونت بیرونت می کنم. اینها را میر چاکر در جواب طعنه های میر گهرام می گوید. میر گهرام طعنه می زند به میر چاکر. بعد شکست میر چاکر می گوید چاکر که تو را نابود کردم، تباه کردم، سیلی محکمی به تو زدم. چاکر در جواب این طعنه ها آنها را می گوید. چاکر با لشگر می آید، یادش هست حرفهایش، حالا پیر شده است، چاکر عادت داشته است گوشت را می خورده است با استخوان، استخوانش نمی اندازد بیرون، می آید، شب می آید محاصره می کند، صبح جنگ می شود، لشگر گهرام تباه می کند، میر گهرام روبرو می شود با هاهرزاده پادشاه کابل که سرلشگر بوده است. چاکر میبیند، میگوید نکند هاهرزاده پادشاه گهرام را بکشد و او نتواند شرطش انجام دهد. میآید هاهرزاده پادشاه را میکشد، گهرام را بندی میکند، مالش تاراج میکند، لشکرش میکشد، عهدش انجام میدهد، مینشیند روی کله های لشکر گهرام. بعد گهرام را برمی‌دارد، برمی‌گردند به کابل. پادشاه می‌گوید گهرام را بیاندازند زندان. میر گهرام به پادشاه می‌گوید چاکر هاهرزاده ات کشته است. پادشاه چاکر را که می‌بیند چند روز بعد می‌پرسد هاهرزاده من را که کشته است؟ چاکر می‌گوید من کشتم. چرا کشتی؟ برای اینکه گهرام را نکشد. پادشاه که میبیند راست گفته است میبخشد. چاکر راه میفتد با گهرام طرف سیبی، میرسند نزدیک سیبی. چاکر به هاهرزادش میگوید وقتی گهرام میرود طرف آب برای وضو
گاوها ول کن، به گهرام بگو گاوها ببر آب بده، من میخواهم برگردم. گهرام میبرد گاوها آب میدهد، وضو میگیرد، نماز میخواند. در نماز یادش میآید چاکر به وعده اش وفا کرده است، سکته میکند، خودش چادر میکشد روی خودش میمیرد. میر گهرام که میمیرد چاکر دو قوچ میگیرد، یک قوچ اسمش میگذارد چاکر، یک قوچ اسمش میگذارد گهرام. هفته یک بار قوچ ها شاه به شاه میکند، بعد مساف دادن قوچ ها جدا میکند از هم و میگوید چاکر کنار برو، گهرام کنار برو. هر هفته یک دفعه قوچ ها مساف می دهند، می رود چاکر وسط سواشان کند، در اثر ضربه شاخ قوچ ها در وسط زخمی می شود. در این وقت پیروکی بود میر چاکر، خوب نمی شود، زخم ها سهد بوده، می میرد. پسر نداشت، گهرام هم پسر نداشت. میر بی بکر نوه میر چاکر سردار می شود. میر بیبکر پسر میر باهو بوده است، نوه هاهری میر چاکر. می آید سرداری تا دورا، رند می گفتند، از دورا به این طرف می گویند دورازهی. دوره سرداری میر احمد و میر رگام از مند بیرون آمده اند، آمده اند به مورتی، پای تخت بوده است مورتی. چه وقایعی در مورتی و بمپشت اتفاق افتاده است؟ میر شه سوار پسر میر دورا جانشین میر دوراست، حاکم دزک میر هاشم است. میر هاشم برادر شاه نعمت الله، شیخ عمرخان نوشیروانی حاکم تربت میری است. مذهبی هست به نام ذکری، چند هزار نفری جمع می شوند، شیخ عمرخان را شهید می کنند، کلات را می گیرند. جایی هست به نام کهینگان، محل جمع شدن آب، نزدیک تربت است. زن و بچه عمرخان فرار می کنند، می آیند کهینگان میان کوها، نامه می نویسند زن و بچه شهید، یکی به میر شهسوار در مورتی، یکی به میر هاشم در دزک. یکی می نویسند برای هان کلات یا رحمت هان، بیایید کمک کنید به ما. میر هاشم می گوید من نمی روم. میر هاشم بزرگ زاده است. میر شهسوار همراه 30 نفر می روند، 29 نفر درازهی، 1 نفر غلام. یک اسب بوده که شهسوار سوار بوده، بقیه پیاده. می روند پیش بچه های شیخ عمر، 3 روز می مانند. زن شیخ عمرخان اسمش محبیبی است، مشورت می کنند. می گوید میر شهسوار حمله می کنم به کلای میری. محبیبی میگوید شما 30 نفرید، ذکری ها 7000 نفر، چگونه حمله می کنید؟ میگوید حمله می کنم برای اینکه خوبی 2 چیزی است، شهادت و دیگری نام نیک. اگر من بمانم تا یار احمدخان از کلات بیاید، جنگ به نام آنها تمام می شود. اگر شهادت نصیب من باشد، آنها هم بیایند شهید می شوم، نیایند و خودم حمله کنم شهید می شوم. شب حمله می کنند به کلای میری، مرکز بی نمازها. رئیس ذکری ها ملا کمال هان بوده است. در کلا می شکنند، جنگ می شود داخل کلا. 5 نفر از میر شهسوار کشته می شود، 70 نفر ذکری کشته می شود، خود ملا کمال هان مردار می شود. 70 نفر داخل کلا می کشند. بعد می روند سنگانی سر به کوه مراد. کوه مراد عبادتگاه بی نمازها بوده، آنجا هم 150 نفر ذکری می کشند. بقیه لشگر ذکری ها فرار می کنند و می روند به کلاج بین گوادر و پنسینی بندر تیس.
زن و بچه شیخ عمر می آورند به کلای میری. بعد 27 روز یار احمدخان از کلای کویته می رسد به کلای میری. مشورت می کند محبیبی با یار احمدخان. پس از مشورت گنه را می بخشد به میر شهسوار به خاطر شجاعتش. نهلستانی بزرگ بوده گنه. 2 سالی میر شهسوار می ماند آنجا. پیرزالی در گنه بوده. به میر شهسوار می گوید همان پیرزال: چند سالی بنشینی اینجا نام و شهرت سرداری تو مزمحل می شود، دهگان می شوی. برمی گردد به مورتی بمپشت، بعد چند سال فوت می کند. بعد میر شهسوار میر حسین سردار می شود. طایفه گمشادزهی حمله می کنند به بمپشت. کی؟ در زمان کدام سردار؟ در زمان میر حسین و میر رگام. گله گوسفند غارت می کنند. گوسفندها می آورند به کوه سفید نزدیک گشت. بزرگ طایفه گمشادزهی پهلوان بوده است. اسمش پهلوان بوده است. میر حسین لشکر می آورد به کوه سفید. 9 نفر گمشادزهی می کشد. صلح و سازش می کنند. عهد و قسم می کنند به هم کار نداشته باشند. تا امروز هم پا بر جاست. میر رگام برادر میر حسین جنگ می کند با دهواری ها. 2 نفر کشته می شود. میر غلام خان دهواری و ملا صاحب خان درازهی کشته می شوند. میر رگام زخمی می شود. کر می شود. باز عهد و قسم می کنند. صلح و سازش می کنند. هنوز هم پابرجاست. بعد میر رگام پسران میر رگام شهسوار و بیبکر سردار می شوند. اختلاف می افتد بین پسران میر حسین. سردار پتی محمد با 2 پسرعموها میر بیبکر و میر شهسوار. میر پتی چند نفر می فرستد میر شهسوار را بکشند. چه اختلافی داشتند پسر عموها؟ اختلاف پسر عموها سر مالیات هایی است که از مردم جمع می کردند. 13 نفر می ریزند سر میر شهسوار. میر شهسوار تیر می کند. تیر می خورد. خودش می اندازد روی زمین. می آیند اسلحهش بردارند. شمشیر می کشد. 2 نفر می کشد. بقیه فرار می کند. شمشیر ول می کند. 1 نفر دیگر از فراری ها سرش قطع می شود. یکی از کشته شدگان نامش آدینه است. میر شهسوار تمام می کند. برادر میر شهسوار میر بیبکر فرار می کند. می رود هاران. لشگر جمع می کند. می آید. سردار پتی محمد فرار می کند. می رود طرف وکائی نزدیک مند و بلو. نزدیک است به تربت. بیبکر به انتقام خون برادرش حمله می کند به بمپشت. 99 نفر می کشد. اموالشان تاراج می کند. 100 سال قبل بوده است این تاراج. علمخان بزرگزاده نامه می فرستد از دزک به حکومتی کرمان. حاکم کرمان قشون می آورد. بیبکر فرار می کند. می رود توی کوه. به جنگ حریف نمی شود. پیغام می فرستد بیایید پایین، کاری با شما نداریم. می آیند پایین، دستگیر می کنند، می برند کرمان. دستگیری ها میر بیبکر بودند و ملا نور محمد، تاج محمد و قادرداد و پتی محمد. دستگیری ها را می برند نصرت آباد و بم. قادرداد و پتی محمد فرار می کنند در بم. قادرداد می آید نصرت آباد. زنی می گیرد و می نشیند نصرت آباد. درازهی های نصرت آباد که بعد فامیلشان می شود نارویی فرزندان قادرداد هستند. پتی محمد فرار می کند از بم. می آید بم پشت. باقی دستگیری ها را سپاه کرمان می برد کرمان. زبان ملا محمد از بیح در می آورند در کرمان. چون شاعر بوده ملا محمد
به چند زبان صحبت می کرده. چه زبانهایی؟ ترکی، انگلیسی، فارسی. چون به چند زبان صحبت می کرده زبانش را از بیخ در می آورند؟ نه، کرمانی ها مسخره می کرده. به همین خاطر زبانش از بیه در می آورند. میر بیبکر چهار انگشتش می برند چون آدم کشته و غارت کرده. خودش می آید پنجمین انگشتش، یعنی شستش را قطع می کند. بعد می گویند هار آسیاب کن. میر بیبکر بعد قطع انگشت ها چون درد می کرده در زندان از درخت می رود بالا، همراه تاج محمد می روند سر دیوار، می روند بیرون. در همسایگی زندان خانه پیرزالی می رود، دستش را پیرزال می گذارد میان روغن داغ، سرخ می کند. زخمش که خوب می شود پیرزال زخمش خوب می کند. برمیگردد زندان. حاکم کرمان خوشش میآید از این عمل جوانمردی، نامه به دستش میدهد، آزادش میکند، میفرستد به بمپشت. نوشته شده بود در نامه شما مجازید بروید بمپشت عوض قطع شدن پنجه مالیات جمع کنید، مالیات بخورید. فرمان هست. تاج محمد همراهش می آید بمپشت. بعد این دو پسر عمو را مردی به نام حضرت آشتی می دهد. از بزرگان طایفه سیدزاده بوده است حضرت. بمپشت به دو قسمت تقسیم می شود. مورتی به طرف اسکان و کشتگان مال سردار پتی محمد، مورتی به طرف برویی، سیرکان، مندز، سرچنگان، انارک مال سردار بیبکر. جلوتر بیبکر عهد کرده بود، قسم خورده بود 100 نفر مردم بکشد در بمپشت. 99 نفر کشته بود، قسمش هنوز بر جا بود. 99 نفر که کشته بود از مردم بمپشت بود که مال پسر عمویش پتی محمد بود. 1 نفر مانده بود که بکشد تمام شود قسمش. بیبکر به جای 1 نفر باقی مانده هر 6 ماه 100 من گندم، 2 تا گاو نر تحویل می گرفت. تا کی بوده این رسم؟ تا آمدن رضا شاه. تا آمدن رضا شاه؟ مگر بیبکر زنده بود؟ نه، خودش برده بود، قسم بود هنوز. مردمانش می گرفتند از مردمان پتی محمد. رضا شاه آمد، این قسم منحل شد، مالیات بخشید، گفت سردار حق ندارد مالیات جمع کند، مالیات مال دولت است، بخشیدم. تفنگ مردمان گرفتن از دستشان. کی تفنگ مردم گرفت از دستشان؟ قشون رضا شاه گرفت، بعضی به زور گرفت، بعضی خودشان دادند. سرداری منحل شد، بودن سردارا، قدرت قدیم نداشتند. سرداری بعدی کی بود در بمپشت؟ پس از این پسر عموها سردار بمپشت می شود میرهان محمد. میرهان محمد برادر پتی محمد است، فرزند میر حسین است. زنش دختر بیبکر بوده است. در نتیجه همه بمپشت می شود مال میرهان محمد. سردار پتی حاکم هیدروج از طایفه درازهی لشکر می آورد به بمپشت. شبانه حمله می کند به کلای مورتی. میرهان محمد می کشد. 100 سالش بود میرهان محمد وقتی کشته شد. چون فرزندانش شجاعت نداشتند، غیرت نداشتند، خواهرزاده های زنش نادرهان و میر رستم و خواهرزاده خودش مرادهان جمع می شوند، چند نفری جمع می کنند، می روند هیدروج، حمله می کنند، کلای هیدروج می گیرند. سفرهان برادر سردار پتی می کشند. میر هارون درازهی در هیدروج کمکشان می کند، از آنها مهمانی می کند.
سردار پتی محمد به شهزی به نام زمانهان اسکانی میگوید به تو خواهرزاده ام میدم، یک شبان روز سهم آب میدم، نادرهان در عوض سفرهان بکش. زمانهان اسکانی می رود، شش ماه اسکورت و لشگری نادرهان می شود. هر جا نادرهان می رفت زمانهان همراهش می رفت. این مدت نادرهان در آبادی سرجنگان زندگی می کرده است. پرسه ای بوده است در مورتی، عازم مورتی می شود، بر می گردد از پرسه. در روستای بورعی همراهان نادرهان عقب میمانند. زمانهان میبیند حوب وقتی است، از پشت تیر میکند، میخورد تیر به قفسه سینه نادرهان از پشت. فکر میکند از کوه حمله شده، صورتش بر میگرداند، میبیند همراهش زمانهان در حال فرار است. نشانی میگیرد، در دم آخر عمر نشانی می گیرد، کله زمانهان نشانی می گیرد، تیر می کند، از پشت گلوله می زند پس کلش، مغزش می ریزد بیرون. جلوتر نادرهان می میرد. بعد چند ساعت سفرخان و هیپتان پسران نادرهان، سفرهان 7 ساله، هیبتان 13 ساله، می روند به انتقام خون پدرشان محمد یعقوب خان پسر سردار پتی می کشند. جنگ بین طایفه درازهی هیدروج و طایفه درازهی بمپشت تمام می شود، هونبست می شود. حالا جنگ می شود بین طایفه درازهی مورتی و طایفه درازهی سرجنگان. به خاطر یک بزغاله جنگ شد که چراغ هان گرفته بود از کریم داد، از طایفه پرکی. لجبازی شد، لجبازی باعث جنگ شد. سردار صاحب هان بود، چراغ هان نوه بیبکر بود. چراغان هم ادعای سرداری می کند، می رود پیش رعیت سردار صاحبان، یک بزغاله مالیات می گیرد. بنده خدایی که بزغاله به چراغان می دهد می رود پیش سردار صاحبان، می گوید در یک محل چند مالیات بگیرند؟ جواب می دهد یک مالیات بگیرند. یک نفر بگیرد آن هم منم. می گوید چراغان آمد، گفت مالیات ده. گفتم من مالیات به سردار صاحب هان دهم. گفت سردار منم، باید دهی به من. گرفت رفت. سردار صاحب هان 2 نفر تحریک می کند، میر آدینه و محمد عثمان. می گوید بروید چراغ هان کتک بزنید. می روند چراغ هان کتک می زنند. این دفعه چراغان پسر عموهای خودش بر می دارد، سفرهان و شیردلهان. می آیند سردار صاحبهان و پسرش می رفتند به بورویی، عروسی بوده است. راه می بندند، سردار صاحبهان و پسرش می کشند. همان روز امیر دوست محمد پسر پتی محمد می رود، محمد علی فرزند میر هارون می کشد. میر آدینه، محمد عثمان و داد رحیم می روند به روز کشتگان. در همان شب محمد رحیم برادر چراغان می کشند. مجددن میر دوست محمد و میر آدینه به واسطه مأمورین چراغان می کشند. رشوه هم دادند. مأمور ژاندارمری اسمش بلوچ بود و از طایفه ریگی بود، پول گرفت کشت. محمد عثمان همراه مأمورین ژاندارمری پاکستان سرجنگان می روند به مورتی. تعدادی زن به اسارت با خودش می برد طرف پاسگاه سرجنگان. میان راه خودش و غلامش به نام بهداد به دست سفرهان کشته می شوند. در سراوان لشکر جمع شده بود به سرداری میر مراد میر مراد زهی و میر علمهان بارک زهی اسعدی، همراه چند نفر اهل سراوان به نام حسن صاحب داد از طایفه جنگی زهی و آهرداد از طایفه حسین زهی،
همراه مأمورین دولت که بیشتر ریگی بودند می روند به سرکوبی میر هیبتان و سفرهان. میر هیبتان و سفرهان در محلی به نام شومیکو می روند پیش سرهنگ فاتح فرمانده ژاندارمری، صحبت می کنند، قول می دهند کار خودشان کنند، کاری به کار مردمان نداشته باشند. سرهنگ فاتح قبول می کند، به توافق می رسند جنگ قطع کنند. برای اینکه تکلیف دو طرف روشن باشد توافق می کنند منطقه بمپشت را تقسیم کنند بین میر دوست محمد و میر آدینه از یک طرف، میر هیبتان و سفرهان از یک طرف. البته از نظر نفوذ از مورتی به طرف انارک نفوذ میر هیبتان و سفرهان باشد، از مورتی تا اسکان میر دوست محمد و میر آدینه. مدتی می گذرد، میر مراد اهل سیب و سوران دعوت می کند میر هیبتان و میر سفرهان را به سیب و سوران. میر هیبتان و سفرهان می روند به سیب و سوران. شخصی شایع می کند که هر دو اینها را مأمورین کشتند وسط راه. خبر می رسد به پسر خواهر میر هیبتان و سفرهان، شایعه باور می کند. می رود پاسگاه ژاندارمری میان در محاصره می کند. 9 نفر بودند مأمورین، هر 9 نفر می کشد. میر دوست محمد و میر آدینه می آیند و شکایت می کنند به دولت که بیایید اینها باز دارند قتل و غارت می کند. میر آدینه و میر دوست محمد از طرف دیگر از در آشتی در می آیند، با سفرهان و هیبتان دعوت می کنند و می آیند در کرسوچی جمع می شود. مأمورین مراقب بودند، خبر شده بودند. ریختن پاسگاه، 9 مأمور کشتند. وارد می شوند به کرسوچی. میر هیبتان و سفرهان اوضاع را نامساعد می بینند. فرار می کنند طرف رودخانه کلگر، طرف مرز پاکستان. مأمورین تعقیب می کنند، کشته می شوند. هر 2 برادر در محلی به نام درتنگ تیر می هرند، کشته می شوند. فرزندان میر هیبتان و میر سفرهان می روند به کیج پاکستان، 4 سال می مانند، بر می گردند. محمد پسر سفرهان اسلحه‌ای به نام 11 تیر با خودش می آورد، قاچاق بوده. دشمنان قبلی خبردار می شوند، گزارش می دهند به مأمورین. محمد 13 سال داشت وقتی برگشت بمپشت. مأموری به نام سید محمد می رود پیش محمد پسر سفرهان، می گوید اسلحه داری؟ برو اسلحه بیاور، کسی کار ندارد با تو. اسلحه نمی دهد، می گوید پس بیا برویم پاسگاه. میان راه میر محمد سفرهان به سید محمد جاندار می گوید بیا برویم برایت شکاری بزنم، دست حالی نروی پاسگاه، شکار همراه داشته باشی. ژاندارم را می آورد به کوهی به نام هانان. میر محمد سفرهان می رود از صحره بالا، به سید محمد می گوید بیا بالا، اول اسلحت بده بعد خودت بیا بالا. ژاندارم اسلحه می دهد دستش، برنو بوده است. میر محمد هان نشانه گیری می کند، سید محمد می کشد، برنو بر می دارد، فرار می کند تربت. میهم و ملا بوهیر می روند، اسلحه ژاندارمری از میر محمد سفرهان می گیرند، می آورند تحویل می دهند. میر محمد سفرهان می رود پاکستان، می ماند در سیرکی زهزامران. 2 زن می گیرد، یکی دختر هیبتان، یکی دختر بلوچی بوده از بلوچهای سیرک زه. 4 پسر دارد، زنده بود تا زمان انقلاب، پاکستان بود. بعد آمد ایران، 3 سال پیش در ننگور ساتک نزدیک سراوان درگیر شد با مأمورین، شهید می شود. بعد از کشتن میر محمد سفرهان همه پسران میر هیبتان، میر سفرهان، شیر دلهان می روند به زامران بلوچستان پاکستان. 70 خانواری می شدند. بعد 7 ماه فرمانداری و اطلاعات تأمین دادند، برگردانده شدند.
ابوالحسن درازهی پسر میر هیبتان، اسماعیل درازهی فرزند محمد، حاجی علی مدد درازهی عبدالقادر سیدزاده فرزند مولوی عثمان هم بودند در مجلس و یاد گذشته می کردند و یاری می دادند به راویان، یادشان به خیر بادا. اسماعیل درازهی میر فرزند معین، حاجی علی مدد درازهی عبدالقادر سیدزاده فرزند مولوی عثمان. حالا چطورید بعد آن همه کشت و کشتار؟ شکری، خدا بدان. راجب شکار صحبت کردید، چه شکارهایی هست در بمپشت و سراوان؟ بوز، پاجن یعنی بوز نر، قوچ، میش کوهی، آهو، کم، نسل آهو برانداختند. کجا پیدا می شود آهو؟ دشت سوران، دشت هشت، کهن داوود. پرنده هم هست؟ حسن، قمری، تیهو، آهو بره، مرغابی مهاجر زمستان می آیند. آهو بره هم زمستان آید، از سیبری آید. کبک، غیر شکاری هم هستن، عقاب، شاهین، پلنگ، شغال، روباه، گراز. کم کم نسلشان بر افتاده. هرس کم، یک هرس باقی مانده، هیلی بود، کشتن. چرا نسل اینها بر افتاده؟ تفنگ آمد، هر کس تفنگی داشت تیر کرد، کشت، حالا هم کشند. ترک افسانه بگو حافظ و مینوش دمی، که نخفتیم شب و شمع به افسانه بسوخت. حافظ. مهمان کدخدا بودیم شام، نان و پلو و اشکنه فلفل و گوجه فرنگی، بعد چای بود و چلیم و سرانجام خدا حافظ. خدا حافظ مهمانها و آخر همه کدخدا. خسته بودیم، خیلی راه آمده بودیم، چه راهی، خطوط معما که باد رقم زده بود کف دست خاک، وسط سنگ پیشانی صخره ها، شاید سر در می آورد خود باد، می خواند گاه و بیگاه، هر وقت می خواست دلش، شاید، چه کسی می داند. آفتاب هم می توانست بخواند، ماه و ستاره ها، خدا بدان. بستر گستردیم و ناگهان زرباهنگ انگشتان باران روی کاهگل بام که نازک بود و خشک مثل پوست زرب و زمزمه های زیر و بم نارنجی و زرد و کبود شعله ها سرک کشیدنشان پشت پنجره فلزی بخاری و سرانجام باران. چه خلوتی، چه خاموشی و چه جرفایی، انگار سر تا سر بیابانها، دشتها، همه مسیلها، کوهها، صخرها، ستارها آمده بودند و نشسته بودند توی اتاق و گوش می دادند به لالایی باران و نجوای شعله ها. به خیر باد یادش آن شب، اتاقک گلیه کت خدا، آبادی مورتی، بمپشت سراوان و زرباهنگ باران، باران، باران. در گوشه سلامت مستور چون توان بود، تا نرگس تو گوید با ما رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخاست، که از سرکشی زمانی با ما نمی نشستی. عشقت به دست طوفان خواهد سپرد حافظ، چون برق از این کشاکش پنداشتی که جستی. حافظ. فصلهایی که می آید به قاعده می باید بیاید دنبال فصلهای بندر چابهار و بندر کنارک و پسابندر و تیس در کتاب سوم. چه نقل دریاست و آفتاب و اهل آفتاب و جامعه دریا. پیش آمد مشکلی و تا رفتیم سیر آفاقی و تازه کردن دیداری، سلام علیکی، چونی و جوری، جمع و جور شده بود کتاب سوم، خلاصه نشد و به قول حافظ
تقدیر چنین بود و وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی. اکنون می آید به دنبال فصل 11 این کتاب 4 و شکر که باز به قول حافظ فکر خود و رای خود در عالم رندی نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. زین دایره مینا خونین جگرم میده تا حل کنم این مشکل در ساغر مینایی.